أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. در تشریح تقوای اعتقادی توحید و نبوت بیان شد، مسئله معاد مونده که یقین به آخرت ناظر مسئله معاد است. و همونطوری که ایمان به غیب همه این اصل را شامل می شود، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک هم شامل این اصول خواهد شد، چون که شامل فروع هم می شود. زیرا اگر متقی به وحی ایمان آورد، به اون چه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد ایمان آورد، یقینا به مبدأ و معاد هم ایمان آورده است. زیرا برجسته ترین چیزهایی که بر انبیا نازل می شود اعتقاد به مبدأ و معاد است. ولی برای اهمیت مسئله معاد، جریان قیامت را علاحده ذکر فرمود. به بالآخرت هم یوقنون. ممکن است کسی موحد باشد از نظر توحید ذاتی یا توحید خالقی، ولی معتقد به قیامت نباشد، چون که وثنیین حجاز این چنین بودند. اینها گرچه توحید عبادی یا توحید ربوبی نداشتند، در ربوبیت مشرک بودند و در نتیجه در عبادت شرک می‌ورزیدند، ولی توحید خالقی را داشتند، یعنی معتقد بودند کل این نظام را خدای سبحان آفرید، ولی به قیامت معتقد نبودند. اعتقاد به خدایی که از انسان مسئولیت نخواهد یک کار سهل، مشرکین هم او را قبول دارند، یعنی خدا را به عنوان خالق سماوات و ارض قبول دارند، اما به عنوان اینکه حکیم و عادل است و روزی را برای بررسی پاداش و کیفر تنظیم می کند قبول ندارند. اعتقاد به مبدأی که از انسان مسئولیت نخواهد سهل است. لذا مشرکین به خدا معتقد بودند که آسمان ها و زمین را خدا آفرید، اما به قیامت معتقد نبودند. و عدم اعتقاد به قیامت هم یا روی شبهه علمی یا روی شهوت عملی که قسمت مهمش مسئله دوم است. شبهه علمی آن است که چگونه خدای سبحان این پراکنده ها را دوباره جمع میکند و به اینها حیات میبخشد، در حالی که هر روز خدای سبحان در این جهان طبیعت پراکنده ها را جمع میکند و اونها حیات نباتی یا حیوانی یا انسانی میبخشد. اگر کسی به خدا معتقد بود، مسئله معاد برای او از نظر علم حل است. عمده اون شهوت عملی است، نه شبهه علمی، که این دو امر را در اول سوره لا اقسم بیوم القیامه خدای سبحان بیان فرمود. فرمود اینها شبهه اینها این است که میگوین علم نجمع عظامه، حرفشون این است که استخوان‌های فرسوده شده که به صورت ذرات در آمد، چگونه خدای سبحان دوباره اینها را جمع میکنه؟ جوابش این است که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نه تنها عظام را که قسمت مهم بدن اونهاست ما دوباره به حال اول برمیگردانیم، بلکه اون خطوط ظریف سرانگشت ها را به حالت اول برمیگردانیم. خدایی که اولین بار اینها را آفرید، بار دوم بخواهد اینها را خلق کند سهل است. پس از نظر شبهه علمی مسئله در کار نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی انسان میخواهد جلوش باز باشد، یک حجوری در پیش رو دارد، میخواهد جلوی او را کسی نگیرد. شبهه علمی مانع اعتقاد معاد نیست، برای اینکه اون خدایی که از عدم به وجود آورد پراکنده ها را جمع میکنه. اون چه که مانع پذیرش قیامت هست همون شهوت عملی است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، در پیش روش راه برای فجور باز باشد. و تنها چیزی که جلوی گناه را میگیرد اعتقاد به قیامت است، اعتقاد به روز حساب است که انسان را در بند میکند. و الا
اعتقاد به خدایی که جهان را آفرید و کاری با آدم ندارد، این که جلوی آدم را نمیگیرد. مشرکین حجاز معتقد بودند که این نظام را خدا آفرید و مرگ هم یعنی نابودی، انسان با مرگ از بین میرود. اگر یک کسی معتقد بود که انسان را خدا آفرید و با مرگ هم نابود میشود، او چیزی که جلوی گناه او را بگیرد ندارد. تنها عاملی که جلوی انسان را میگیرد که به فجور تن در ندهد، اعتقاد به قیامت است. و انبیا همونطوری که مسئله اعتقاد به مبدا را به عنوان تعلیم وحی آوردن، اعتقاد به معاد را آوردن. اگر کسی به مبدا معتقد بود، ممکن است به معاد معتقد نباشد، ولی اگر کسی به وحی و رسالت معتقد بود، ممکن نیست به معاد معتقد نباشد، چون یکی از برجسته ترین رهاورد انبیا مسئله معاد است. هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه مردم را به قیامت آشنا کرده است. عده جهانبینیشون این است که انسان از میلاد تا مرگ خلاصه می شود و جهان طبیعت هم از آغاز حرکت تا فرسودن و پوسیدن خاص می شود و دیگر هیچ. یعنی اشیا به سمت زوال برن حرکت می کنن. هر چیزی که حرکت کرده است هر از نطفه هستی در آورد به سوی عدم می رود. یکیش هم انسان است. همه اشیا که در حال حرکتن می روند که بپوسند و نابود بشوند و دیگر هیچ. انسان هم این چنین است. لذا می گفتن که ما در زمین گم می شویم، این از بین می رویم. و جواب خدای سبحانه است که شما گم نمی شوید. بدنی داری که در خاک پراکنده است، حقیقتی داری که مأمورین ما اون حقیقت شما را قبض می کنند به نام قبض ارواح. کسی در زمین گم نمی شود. قامود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. شما در زمین گم نمی شوید. شما توفی می کنید، متوفا می شوید. مأموریان ما متوفیانند، شما را توفی می کنند. توفی یعنی اخذ تام. اگر کسی حق مطلب را خوب ادا کرد و چیزی از مطلب فرو نریخت، می گویند این مطلب را مستوفا بیان کرد. اگر کسی حق خودش را کاملا گرفت، می گویند حق خود را استیفا کرد، یعنی کل حق را گرفت، چیزی نموند. در جواب منکرین معاد خدای سبحان فرمود شما در زمین فرو نمی روید. مأمورین ما تمام حقیقت شما را توفی می کنند. ما متوفی هستیم، شما متوفایی، شما را قبض می کنیم، از بین نمی روید. بنابراین شبهه علمی در کار نیست که اینها منکر معاد شدند. عمده همان است که در سوره لاقسمون بیوم القیامه فرمود که شهوت عملی دارن. انسان برای اینکه جلوش باز باشد منکر معاد است. و اینها که منکر معادن، جهانبینیشون این است که هر چیزی پدید آمده است که نابود بشود. به انسان هم همین اصل کلی را دارد. قرآن کریم از این گروه خبر داد، فرمود به این که مبلغ علمشون همین است که اینها بگوین انسان تا مرز مرگ است و دیگر هیچ. در سوره و نجم خطاب به رسول خودش بفرماید به این که آیه 29 و 30 سوره و نجم فرمود فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. از اینها که جز دنیا نمی خواهند اعراض کن، رو برگردان. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. همین مقدار می دانن، یعنی تا مرگ را می دانن، بعد از مرگ را نمی دانن. همین مقدار عالمان و تمام دردها به خاطر فراموشی معاد است.
یعنی وقتی جریان عذاب تبهکاران را بر سوره صاد تشریح میکند، میفرماید به این که عذاب شدیدی که دامنگیرشون شد برای فراموشی معاد است. آیه 26 سوره صاد فرمود: یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ويبقى وجه ربك. حقیقت روح الهی و نفوس جزء وجه الله است که وجه الله فانی شدنی نیست. اون چه که وجه الله نیست فانی می شود، بلا وجه الله فانی شدنی نیست. از این طرف می فرماید کل من علیها فان و یبقا وجه رب که، از این طرف می فرماید به این که اینما تولو فسما وجه الله. پس هر چیزی را که شما می نگرید یه بعد غیر وجه اللهی داره چون از بین می رود، یه بعد وجه اللهی داره که ثابت هست. گفتم کل من علیها فان و یبقا وجه رب بشه، پس وجه الله باقی. وجه الله هم که در سراسر عالم ظهور دارد، اینما تولو فسم وجه الله، پس وجه الله از بین نمی رود، چیزی معدوم نخواهد شد. این خصوصیت ها و قرارداد های اعتباری از بین می رود. بله، نه این شبهه علمی شونه، های مقدار می دونن و این قابل جواب است در اینکه اون خدایی که نبود را بود کرد، یقینا میتواند پراکنده ها را دوباره احیا کند. لذا در سوره لا اقسم بیوم القیامه میفرماید به اینکه مانع اینها شبهه علمی نیست، بل یرید الانسان لیفجر امامه، و اگر خوب بیندیشد اشکال علمی در معاد نیست، فقط اون میخواهد جلوش در از نر فجور باز باشد. نه، سراسر جهان وجه الله هست، چون چیزی وجه نمیتواند وجه الله نباشد که خب اینما تولو بزن وجه الله. این سمت ها، این مال من است، اون مقام مال من است، من این لقب دارم، من این پست دارم، این قرارداد وهمی، اینا وجه الله نیست، فانی میشه. من دارای این سمت هم، مرا با این لقب صدا بزنید، من این حیثیت دارم، این تکاثر، این تفاخر، این زینت، اینا قرارداد اعتباری است. دنیا از اونجا که دنیا است که وجود خارجی ندارد، یک وهم نیست، یک سراب است، سراب که وجه الله نیست. در سوره حدیث همون اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا یعنی اینها که وجه الله نیست. اگر آسمان است وجه الله است، دنیا نیست. زمین وجه الله است، دریا و صحرا وجه الله است، اینا موجودات حقیقی هم، آیات الهی هم و موجود هم. اما این مال من است، اون مقام مال من است، این سمت مال من است، من در جامعه محترم، اینا وهم و قرارداد است، اینا وجه الله نیست، اینا لهو و لعب است، اینا الانشون از بین رفته نیست. لذا این که فرمود کل من علیها فان، نه یعنی کل من علیها یفنا یا کل شیء هالکون الا وجهه، نه کل شیء یهلکو. مشتق اگر درباره من غذا محل اختلاف باشد که مجاز است یا حقیقت، نسبت مایعتی که یقینا مجاز است. کلش این حالک نه یعنی بعدن یهلکو، همکنون حالک است. منتهی انسان سرابین خیال میکنه اینا چیزیه، میگه مال منه. وقتی که بیدار شد میبیند که نه، وهمی بود. یه مرتبه امام دامود الله در همون شبستان شرقی وقتی داشت نصیحت میکردن، میگه بودن وقتی که من میام یه فاتحه سر قبر مرحوم بروجردی میخونم، بعد اون تابلو رو میبینم، میبینم یه وقتی آیه بروجردی بود و نه تنها ایران، هر جا که سخن از شیعه بود رساله آیه بروجردی رضوان داره، بعدش هم یک تابلو هست و بعدش هم یک تشییع هست و بعدش هم یک قبر. گفت کسی این منظره رو ببینه و عوض نشه بعد آب حال او، گفت این منظره من تکون داد در روزی خواستم نصیحت بکنم. این وهم از که انسان رو گرفتار میکنه، این الان حالک هست نه بعدا حالک میشود. کل شیء هالکون نه کل شیء یهلکو بعدن، کل شیء هالکون همکنون الا وجهه. آدم عاقل وجه الله رو میبیند، وجه الله که بعد زمین وجه الله هست،
اما مال من این وهم است. وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. بنابراین اون چه که باعث ابتلای ادعی به عذاب است همون فراموشی قیامت است. فرمود ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسو یوم الحساب، چون قیامت را فراموش کردن در گرفتار عذاب شدید شدن. اینها یک عده. قرآن برای کسی که قیامت را فراموش کرد اثر ندارد، فقط یه اتمام حجت است. لیهلک من هلک عن بینه. قرآن برای کسی نور است که قیامت را پذیرفته باشد. ببر آخرته هم یوقنون. ولی اگر کسی عالم به قیامت باشد و اون شهوات جلوی علم را گرفته باشد، این علم دفن شده باشد، علم دفن شده مثل همون علمی که لابلای کتاب مدفون است، اون علمی که در لابلای کتاب مدفون است که هرگز حافظ انسان نخواهد بود، علمی که در زیر غبارهای شهوت دفن شده است. بعد خواب من دستاها، اونگاه از این علم دفن شده چیکار برمیاد؟ لذا در سوره جاسیه فرمود افرائیت من اتخذ الهه هواهو و ازله الله علی علمی. یعنی با اینکه عالم است گمراه است. یه علمی آموخته و زیر غبار شهوت دفن شده، اومد از اون علم دفن شده کاری ساخته نیست. لذا در این کریمه فرمود قرآن کسی را هدایت میکند که با آخرت یقین داشته باشد. یقین به آخرت با عمل برای آخرت همراه است. اگر کسی آخرت برای او متیقن است، یعنی یه علم جزمی، فراموش نکرده آخرت را، البته قرآن برای او مؤثر است. به خوبی از این قرآن نور میگیره. قهرن تقوا هم مراتبی خواهد داشت دیگه. یعنی مرتبه یقین مرتبه دهم است و تقوای درجه نه پایین است و یقین که در درجه ده است از تقوای درجه نه بالاتر است. و اما تقوای درجه ده همون یقین خواهد بود، چون یک تقوای عام است، یک تقوای خاص و یک تقوای اخص. اگر در بحث تقوا قبلا گذشت که فتقوا الله ما استطعتم و گذشت به این که اتقوا الله حق تقاته، معلوم می شود برای تقوا هم درجات است دیگه. بله، یعنی متقیان عمومی اهل یقین خیلی کمن، چون چیزی کمتر از یقین خلق نشده است. در روایات برد که نه نعمتی بالاتر از یقین خدا به کسی داد و نه چیزی کمتر از یقین خلق شد. هیچ نعمتی بالاتر از یقین خدا به کسی نداد و چیزی هم کمتر از یقین خلق نشده است. برای عظمت یقین است که خدای سبحان در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنی. یعنی ارائه ملکوت اهدافی دارد که یکی از اون اهداف متیقن شدن است ابراهیم است. بنابراین قرآن برای کسانی سودمنده که اهل یقین به قیامت باشند، آخرت مورد تیقن نباشد. این معنا را هم در اول سوره بقره که محل بحث است فرمود، هم در پایان سوره بقره در اون آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، در اونجا عبارت این بود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. که مسئله سیرورت به الله را هم اونجا ذکر. باز در آیه لکن البر من آمن بالله که قبلا خونده شد، اون هم باز مسئله ایمان به آخرت تر هست. خب تنها سرمایه ای که جلوی تباهی انسان را میگیرد اعتقاد به قیامت است، نه اعتقاد به خدا. خدایی در جهان هست و انسان را آفرید، آسمان و زمین را آفرید، اما
اگر خدا از انسان مسئولیت نخواهد به انسان بعد از مرگ به حضور الله نرود، این اعتقاد نقشی ندارد در تهذیب جان آدم. تنها مسئله ای که سازنده انسان است در مسئله تهذیب همون اعتقاد به قیامت. لذا بت‌پرستا معتقد بودن که عالم خدایی دارد، اما چون به قیامت معتقد نبودن به او وز در آمدن. برای این که محکمه رو مطرح میکند، میفهمد اون که امروز میبیند فردا قاضی محکمه است. اگر انسان در مشهد یک شاهدی باشد که فردا زمام قضا به دست او، البته باید بفریزد، ولی اگر فردایی نباشد شهادتی نیست. اگر شهادتی باشد معنای تحمل است، نه معنی ادا، چون محکمه ای نیست. نه آخر قیامت تنها جهنم که ندارد، هم جنات تجری من تحت الانهار دارد، هم جنت اللقا، هم تبشیر است هم انذار. لذا با خوف و رجا بشر را تربیت میکنن، ولی برای توده مردم این چنین است. لذا خدای سبحان به عنوان انذار رسولش معرفی کرد، نه فهمد قوم فبشر، فهمد قوم فانذر. مردم اگر با بشارت بخواهن تهذیب بشوند، میگن که خب اگر ما تهذیب شدیم یک فوائدی گیرون بیاد، ما اون فوائد نمیخواییم، این فوائد نقد را چرا از دست بدیم؟ ولی مسئله انذار است که میگوید این کم من شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا. اونها که در اثر شهوت عملی خواستن جیری اونها باز باشد، اونا این اعتقاد به آخرت را فروختن، اعتقاد به معاد را فروختن و دنیا گرفتن. در همین سوره بقره آیه 86 فرماید این که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا آخرت دادن دنیا گرفتن. دنیا نه یعنی زندگی کردن و روی زمین راه رفتن و غذا خوردن، اینا که دنیا نیست. مسکن داشتن، تجارت کردن، زندگی کردن، خوابیدن، خوردن، اینا که دنیا نیست. اینا موجودات خارجی است و جز آیات الهی. دنیا چیه؟ دنیا همان است در سوره مبارکه حدید مشخص کرد که فهمون اعلمو انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال بر اولاد. من دارای این مقامم، من بیش از او دارای مالم، این مقدار من مال دارم، من علمم بیش از اوست، به من بیشتر احترام میکنن، این دنیاست. این وهم دنیاست، این قرارداد دنیاست. این بحثش قبلا گذشت که این هدن للمتقین به وجوهی تفسیر شده است، یا تقوای فطری مراد است، یا منظور ازدیاد هدایت است، یا منظور هدایت معنی ایصال مطلوب است. بله، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. یه عده هم درباره اونها به عنوان مذمه تعبیر شده است با تعبیر حسن. اینها از خدای سبحان میترسند برای اینکه ظن به قیامت دارند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، یعنی اگر شما گمان به قیامت هم میکردی، یعنی گمان هم میداشتید که قیامت بود، چون دفع ضرر محتمل لازم است، دست به این تباهی نمیزدید. همان احتجاجی که امام صادق سلام الله علیه دارد در جریان طواف اطراف کعبه، که اون شخص اعتراض کرد که چرا اطراف کعبه طواف میکنن، این احجار که لا تزور و لا تنفر، حضرت که براهین اقامه کرد در پایان فرمود به این که اگر قیامتی نباشد که تو میگویی و دروغ هست، نه ما ضرر کردیم و نه شما، ما و شما یکسان. و اگر قیامتی باشد چه این که حق دست شما چه میگویید؟ شما که به این حجاج اعتراض میکنید که چرا اطراف کعبه طواف میکنن، اگر قیامتی نباشد، خب کسی نیست به این اعتراض کنه که چرا در دنیا طواف کردی. ولی اگر قیامتی باشد چه این که هست، تو چه جوابی داری؟ احتمال قیامت هم کافی است که انسان دست از تباهی بردارد. در این آیه 86 سوره بقره فرمود اینها کسانی هستند که آخرت را دادن و دنیا گرفتن. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره.
فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اینا که معامله کردن اعتقاد به آخرت را دادن به دنیا گرفتن، دیگر عذاب اینها تخفیف پذیر نیست، به کسی هم به نصرت اینها قیام نمی کنه. اعتقاد به آخرت نمی گذارد انسان دنیا بگیرد. این که در بیانات هست امی سلام الله در نهج هست که کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، ناظر به این بخش است. فرمود برای دنیا فرزندانیست، برای آخرت فرزندانیست. شما بکوشید از فرزندان آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. معصومین اصلا در دنیا زندگی نکردن و عده‌ای هم اصلا از دنیا بیرون نرفتن، عده‌ای هم بینا بینن. کسی که به حق زندگی می کند و می گوید حالشی خدمت که سرمده، این دائما در عبادت هست، او که در دنیا نیست. دنیا نه یعنی خوردن و خوابیدن و پوشیدن و درس و بحث کردن، این که دنیا نیست. اگر همه اینها لله باشه میشه آخرت. دنیا اون وهم و اون قرارداد است، اونه که انسان وقتی بیدار شد میبیند تراب بود، اون دنیاست. لذا عده‌ای دائما در دنیا زندگی میکنن، عده‌ای اصلا در دنیا نیستن و عده‌ای گاهی در دنیا یا گاهی در دنیا نیستن. اینی که هسته امیر سلام الله در طی این سالیان متمادی میتوند من دنیا را سه طلاق کردم یا دنیا قردی غیری قد طلق تو که سلاسن لا رجعت لی پیچه بعدها، دنیا را طلاق داد یعنی خوردن و خوابیدن طلاق داد، یعنی خلافت طلاق داد، حکومت طلاق داد، جنگ رو طلاق داد، کشتن رو طلاق داد. چی طلاق داد؟ در بهبوه حکومت سبود من دنیا را طلاق دادم. اون وقت هم که باغداری میشد سبود من دنیا را طلاق دادم. اون وقت هم که فاتحانه وارد بصره شد سبود من دنیا را طلاق دادم. در تمام این حالات حضرت سبود من دنیا را طلاق دادم. پس دنیا نه یعنی درس خوندن و بحث کردن و جنگ کردن و غذا خوردن و خوابیدن و مباحثه کردن و سخنرانی کردن، اینا که دنیا نیست. اگر گفتیم این سخنرانی من در مردم اثر کرد، این دنیا، من پیش مردم محترم، این دنیا. و اگر سخن از آن است که کلام خدا در مردم اثر کرد، این آخرت از دنیا نیست. اگر انسان با جمع شدن دو نفر خوشحال شد، با رفتن دو نفر نگران شد، این دنیا هست. همین تفاوت با اصلا تو دنیا نیستن. نامه‌ای که سید شهدا سلام الله علیه برای بعضی ها از کربلا به مدینه نوشت، همون اما بعد که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل و سلام، یه نامه کوتاهی. همون گویا اصلا دنیایی نبود و همیشه آخرت بود. شما ای اصرار میکنید تو اونجا امن است، اونجا ناامن، یعنی چه؟ بعضی ها فقط در دنیا زندگی میکنن. این همان است که خدای شفان فرمود کافر در دنیاست و او اهل غرور است. کافر جز نیرنگ چیز دیگر نیست. این تعبیر در قرآن کریم هست که دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست و یک عده جز در دنیا در چیزی بهتر نمیبرن، اون کفر. عده اصلا در دنیا نیستن، اون معصومین هم به اولیای الهی. عده هم گاهی لمن به گرفتاری خلط و عملا سال هم رو آخر سیا، گاهی اهل دنیا یا گاهی اهل آخرت. کفار آخرت را فروختن و دنیا گرفتن. اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخره، پس اصلا در آخرت نیستن. عده هم دنیا را فروختن و آخرت گرفتن، چون عده دنیا را فروختن. اون که میگوید من دیگر به تو مراجعه نمی کنم، دنیا را فروخت. چون اگر جان و مالش را فروخت، دیگر نمیگوید مال من، جان من نمیگوید. اگر به من ناس من یشی نفسه ها ابتغاء مرضات الله، دیگر نمیگوید مقام من، چون من را فروخت. اگر من را فروخت، او دنیایی ندارد. پس همه کارش در آخرت است. و حالی فی خدمت که سرمده، اگر حال انسان در خدمت حق سرمدی بود، او اصلا در دنیا نیست، همواره در آخرت هست. فتحصل ان الناس ثلاثه، عده آخرت را به دنیا فروختن، اینها جز در نیرنگ در عالم دیگر به سر نمیبرن، فقط در دنیا زندگی میکنن. عده دنیا را به آخرت فروختن،
یعنی من و ما هرچه که به نام دنیا بود را فروختن، اینا فقط در آخرت زندگی میکنن. گروهی هم متوسطن که خلطو عملا سالها و آخر سیام. و اگر کسی دنیا را به آخرت فروخت، یعنی دنیا را داد به آخرت گرفت، او بالکل از قرآن استفاده میکند، هرچه قرآن بگه رو استفاده میکند. و اونها که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینها به مقدار عمل صالح از قرآن استفاده میکنند. اما گروه سوم که آخرت را دادن و دنیا را گرفتن، اینا اصلا از قرآن ترفی نمیبندن که بحثش فهد آمد سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.